الکساندر ووجیچ نخست وزیر صربستان در رأس حزب پیشرو توانست نتیجه انتخابات زود هنگام پارلمان این کشور را از آن خود کند. این پیروزی به نخست وزیر صربستان امکان می دهد سیاست های نزدیکی به اتحادیه اروپا را با قدرت بیشتری ادامه بدهد. وی در نطق پیروزی خود گفت نتایج انتخابات امروز نشانه حمایت از دموکراسی قوی ما، اصلاحات و سیاست ادغام در اروپا است. ما به خودمان و دنیا نشان دادیم که صربستان برای رسیدن به آینده‌ای بهتر متحد است. حزب راستگرای افراطی صربستان به رهبری وایسلاف ششل که از مخالفان سرسخت پیوستن به اتحادیه اروپا است، در این انتخابات با فاصله زیاد و تنها با کسب 7% از آرا در جای سوم و بعد از حزب سوسیالیست این کشور قرار گرفته است. حزب سوسیالیست صربستان نیز با وجود آن که به رتبه دوم در این انتخابات دست یافته و بیش از 12% آرا را از آن خود کرده، اما در مقایسه با دور پیشین انتخابات پارلمانی صربستان نتیجه ضعیفتری را به ثبت رسانده است. این حزب که از متحدان الکساندر ووجیج است، در کنار نخست وزیر صربستان خواهان پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است. نوربرت هوفر رهبر حزب راست افراطی آزادی در اتریش با 36% آرا به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور راه یافت. وی پس از اعلام نتایج دور نخست این انتخابات در یک مصاحبه گفت به عنوان رئیس جمهور شما باید معرف تمامی شهروندان اتریش باشید، اما این به معنای آن نیست که من ارزش‌هایم را رها کنم. واضح است که من نظرات و عقایدی دارم که آنها را ادامه خواهم داد. الکساندر واندر بلن نامزد مستقل که پیش از این رهبر حزب سبزهای اتریش بود نیز با بیش از 20% آرا به دور دوم راه یافته و به این ترتیب روز 22 ماه می با نوربرت هوفر به رقابت خواهد پرداخت. حزب سوسیال دموکرات اتریش در دور نخست از این رقابت ها حذف شده است. وارنر فیمن صدر اعظم اتریش که رهبری این حزب را به عهده دارد با ابراز تأسف از این نتایج گفت این یک هشدار جدی به دولت است. ما نیاز داریم که برای کسب نتیجه بهتر حالا بیش از هر وقت دیگر در کنار یکدیگر کار کنیم. امسال بیش از 90,000 پناهجو وارد اتریش شدند و مسئله مهاجران در صدر مباحث انتخاباتی قرار داشته است. صدها نفر از شهروندان ایتالیایی با تجمع در منطقه مرزی برنر به تصمیم دولت اتریش برای اجرای سیاست‌های کنترل مرزهای این کشور اعتراض کردند. این معترضان در حالی که شعار نه به مرز، نه به اخراج سر می‌دادند، تصمیم دولت اتریش را برای کنترل مرزهای مشترک با ایتالیا به منظور جلوگیری از ورود مهاجران غیر انسانی دانستند. پلیس اتریش برای جلوگیری از پیشروی معترضان خشمگین ایتالیایی از گاز اشکاور استفاده کرده و یک نفر را نیز دستگیر کرده است. وین میگوید روم هیچ تلاشی برای جلوگیری از سفر پناهجویانی که از ایتالیا عازم اتریش میشوند نکرده و این کشور در صورت ادامه سفر مهاجران سیاست‌های کنترل مرزهای مشترک خود با ایتالیا را به اجرا می‌گذارد. تیم تحقیقاتی کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر میگوید دولت و دادگستری مکزیک برای حل معمای سرنوشت 43 دانشجوی مفقود شده همکاری نمی‌کند. از سرنوشت این 43 دانشجو از سپتامبر سال 2014 به این سو خبری در دست نیست. رهبران احزاب اسپانیا روز یک شنبه با فیلیپه ششم پادشاه این کشور دیدار کردند. این دیدار در ادامه مذاکرات برای تشکیل دولت جدید در این کشور صورت می‌گیرد. هیچ کدام از احزاب تا کنون برای تشکیل دولت ائتلافی به توافق نرسیدند. صدها نفر در کیشیناو پایتخت مولداوی در اعتراض به فساد مالی مقامات این کشور دست به اعتراض زدند. این تجمع در ادامه اعتراض‌هایی است که از ماه سپتامبر گذشته و در پی مفقود شدن 1 میلیارد دلار از بانک‌های این کشور آغاز شده است.
هزاران نفر روز دوشنبه در شبه جزیره گالیپولی در ترکیه در مراسم گرامی داشته 101مین سالگرد ورود سربازان استرالیایی و نیوزلندی به این منطقه و آغاز نبرد گالیپولی شرکت کردند. وزیر امور کهنه سربازان استرالیا و وزیر دفاع نیوزیلند نیز در این مراسم شرکت داشتند. شرکت کنندگان در این مراسم به کشته شدگان نبرد 8 ماهه گالیپولی در جریان جنگ جهانی اول ادای احترام کردند. در سال 1915 میلادی هزاران سرباز نیروی نظامی مشترک استرالیا و نیوزیلند موسوم به آنزاک در جریان نبرد گالیپولی و در مصاف با نیروهای امپراتوری عثمانی کشته شدند. روز 25 آوریل در استرالیا و نیوزیلند به عنوان روز آنزاک شناخته می شود و به همین مناسبت در سراسر استرالیا رژه نظامی و مراسم بزرگداشت این روز برگزار شد. این در حالی است که پلیس استرالیا روز یکشنبه نوجوانی 16 ساله را به اتهام برنامه ریزی برای انجام حمله ای در روز آنزاک در این کشور بازداشت کرد. پاپا ومبا خواننده و ترانه ساز کنگویی روز یکشنبه در ساحل آج درگذشت. هنوز علت مرگ وی که به هنگام اجرای کنسرت خود در شهر ابیجان به روی صحنه بیهوش شده بود مشخص نشده است. به گفته مسئولان جشنواره موسیقی فیموا، وی در راه بیمارستان و در داخل آمبولانس درگذشته است. پاپا ومبا که به سلطان رومبا موسیقی سنتی آفریقایی ملقب بود 66 سال داشت و کار خود را با خوانندگی در گروه های کر مذهبی آغاز کرده بود. وی طی عمر هنری خود بیش از 50 آلبوم موسیقی روانی بازار کرد.